در جوانی اشاره کرده است. این دو زن در مشهد زندگی می کنند. در مورد شعر، علاقه خامنه ای به شعر از جوانی شروع شده و تا کنون ادامه داشته. تو بو تراب و همسر تو مادر آب، اصل شما، وصل شما، نسل شما، نور پایان کار دشمنان توست، با ناز آغاز راه دوستان توست، با نور در مدح تو چشم غزل روشن، که دیده است وصف تو را از ابتدا تا انتها. نور. آفرین آفرین، ماشاءالله، خیلی خوب بود، خیلی خوب. او در جوانی در انجمن شعر مشهد مدتی طولانی حضور می‌یافته است. گاهی هم شعر سروده و بسیار دوست دارد شعرا در موردش شعر بگویند و او به آنها صله بدهد. چشم بد از تو دور، بگو مجمر آورند، من رأی دادم به تو و میدهم به تو، از کاسه چشمهای مرا گر در آورند. آفرین آفرین آفرین، چه قصیده خوب و قوی و خوشمضمونی، خیلی خوب. دست شما درد نکنه آقای علی. سبزواری و علی معلم از شاعران مسلمان ملیحه‌گوی او با او هشت و نشر مدام دارند و از طریق آنها از مشکلات اهل هنر وابسته به نظام با خبر می‌شوند. در اوائل رهبری میر شکاک شاعر را هم که گاهی دچار جنون ادواری می‌شود را چند بار به حضور پذیرفته بود و میر شکاک از اینکه در هنگام خداحافظی گفته بود سید عزت زیاد به خود می‌بالید، منظور عزت زیاد است که یک دعای لاتی است. خامنه‌ای هر سال بارها شعرا را به بیت خود دعوت می‌کند تا در حضور او شب شعر بگذارند. در اوائل ریاست جمهوری خود از اخوان سالس که از نزدیک او را میشناخت درخواست کرد که در مدح انقلاب شعری بگوید. اخوان سالس در جواب او گفت ما هنرمندان بر حکومتیم و نه با حکومت. این جمله چنان او را برآشفت که دستور داد حقوق ماهیانه او را از محل کارش قطع کردند و اخوان پس از آن بیکار شد. قیصر امینپور در یادنامه اخوان به نام باقی بیبرگ به این نکته در مقاله خود اشاره کرده است. خامنه‌ای از شاملو به شدت بدش می آمد و از او با نفرت یاد می کرد، اما جرأت نکرد او را دستگیر و مجازات کند، زیرا می ترسید بدنام تاریخ شود. او از پادشاهانی که با شعرا بدی کرده بودند بسیار خوانده است. او جمله لنین را که اگر یک ایدئولوژی با هنر حمایت نشود خواهد مرد در سخنرانی هایش بسیار آورده است. علاقه او به شعر آنقدر هست که اگر سر از سیاست و روحانیت در نمی آورد بعید نبود به سراغ شعر و ادبیات برود. با این وصف به دلیل مشغله فراوان گاهی خطاهای فاحش می کند و با آنکه می نمایند که شعر شناس است، وقتی شاعره جوانی در مقابل او شعری را خواند از او پرسید این شعر از خودتان است و شاعره پاسخ داد نخیر، این شعر از سهراب سپهری است. سپهری شاعری است که این روزها در ایران هر بچه مدرسه‌ای هم شعر او را می شناسد. رابطه خامنه‌ای و مریدانش. وقتی آقای خامنه‌ای به مشهد می رود و از یک قندان قندی را بر می دارد، برای مریدان آقا قندان قند متبرک می شود. وقتی از جایی رد می شود تا به زیارت برود، طرفداران او جای خالی پای او را بوسه می زنند. فیلم بوسه زدن بر جای پای خامنه‌ای توسط مریدانش روی یوتیوب موجود است. معلوم نیست اگر این مریدان از جلسات گده خامنه‌ای که به جوک‌های رکیک آخوند راشد ریسه می رود با خبر شوند تا چه اندازه دچار شک خواهند شد و یا باز هم قندانهای باقی مانده از چای او همان اندازه برایشان متبرک خواهد بود. جمله تکراری خامنه‌ای از 20 سال پیش این است: این کار را بکنید اما مردم نفهمند، آن کار را بکنید اما کسی نفهمد. با آنها که این جمله را میشنوند میدانند که همه اقتدار بیت رهبری در سایه بیخبر نگاه داشتن مردم از رازهای خصوصی زندگی آقای خامنه‌ای و رازهای پشت پرده دفتر رهبری. تا قبل از نماز جمعه یک هفته پس از انتخابات خامنه‌ای مسئولیت هیچ چیز را بر عهده نمی‌گرفت و همه فکر می‌کردند او نقش بالانس کننده قدرت را در بین جریانات مختلف بازی می‌کند، اما در آن نماز جمعه یک باره همه چیز برملا شد و نقش جهتدار خامنه‌ای در جریانات سیاسی و گناه او در سرکوب‌ها عیان شد. The delivery was clear, the message absolute. The election of President Mahmoud Ahmadinejad stands. Yes.
اسلامی مورد اعتماد. The regime is trusted by the Iranian people. The issue of rivalry, well, the elections were free and transparent. The campaigns and debates were to the point, straight, so much so that people opposed them. Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei warned the opposition to end their demonstrations, saying if the marches continue, they will be responsible for the consequences. Riots after an election are not good. It's putting the democracy under question. If they don't stop and end it, it will be their responsibility. If some are demonstrating in the streets to pressure the regime, it's wrong. مسئولان حفاظت خامنه ای تیم محافظت خمینی 200 نفر میدانند، اما مجموعه ای که از خامنه ای محافظت میکنند 10,000 نفرند. یادآور گارد جاویدان شاه که هیچگاه از آن کم نمیشد. در این بین دو نفری که نقش اساسی دارند، دین شعاری و حسین جباری هستند. این دو کسانی هستند که شبها پشت در اتاق خامنه ای کشیک میدهند و تنها کسانی هستند که حق دارند در نزدیکی خامنه ای مسلح باشند. آنها 30 سال است که محافظین اصلی خامنه ای هستند، اما مدیران تیم محافظت از خامنه ای در دوران مختلف اینها بودند: 1. خسروی وفا رئیس تیم جانبازان، 2. اصغرزاده نماینده مجلس، 3. متولیان از سپاه، 4. رمضانی از اطلاعات سپاه، 5. نجات از شورای امنیت، 6. چیزری. در حال حاضر او مسئول محافظین است، محافظین نزدیکی که یک جمع 200 نفره هستند و از نزدیک شاهد سفرها و زندگی در کاخ ها هستند. هر کدام خانه ای دارند که حداقل 1,000,000 تومان ارزش دارد و آنها که خامنه ای را با تقوا می دانند و خود زاهدانه زندگی می کنند، در تیم محافظین یا حلقه اول اجازه ورود ندارند تا مبادا دچار تضاد شوند. هیچ کدام از این محافظین و فدایان هیچگاه اجازه ازدواج با دختران مسئولین رده بالا را ندارند، حتی اگر عاشق هم شوند. معمولا ازدواج ها در سطح فامیل های بزرگ سیاسی اتفاق می افتد و یا با صنف روحانی، اما هیچگاه آنها که بوسه بر مقدم و جای پای خامنه ای و امثال او می زنند و از قندان متبرک شده او قند می ربایند و حاضرند خود را قربانی او و ایشان کنند، لایق این نبودند که با دختری از این بزرگان ازدواج کنند. از محافظین 500 نفر مسئول حفاظت از خانواده هستند. یک خانواده 40 نفره تحت کنترل محافظین هستند. عروس‌ها و دامادها و دختران و پسران و برادران و برادرزن‌ها و بعضی از بچه‌های برادرها و بعضی از بچه‌های برادرزن‌ها. انتخاب شدن در رده محافظین نیازمند عبور از 3 گزینش امنیتی است و زمان زیادی طول می‌کشد تا کسی بتواند در تیم محافظین جای بگیرد. حقوق محافظین حداقل ماهی 1,000 دلار و حداکثر ماهی 12,000 دلار است. وقتی کسی به حلقه محافظین وارد می‌شود، به او کمک می‌شود تا در محل زندگی خود صاحب خانه‌ای باشد و همینطور از یک خانه سازمانی در محل مأموریت استفاده خواهد کرد. از این 10,000 محافظ حدود 1,000 نفر آنها زن هستند و معمولاً کسی نمی‌داند آنها محافظ می‌باشند. ثروت خامنه‌ای. خامنه‌ای در سال 60 رئیس جمهور شد. در سال 61 هدایت و سوری را مسئول فروش نفت کرد و تا سال 85 آنها را عوض نکرد. در سال 62 محسن رفیق دوست را مسئول خرید اسلحه کرد. از سال 1370 به ارزش زمین پی برد و از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان روی زمین‌های ایران دست گذاشت. در وزارت نفت از سال 63 حسن خامنه‌ای مسئول کنترل آقایان هدایت و سوری شد. در وزارت دفاع محمدی گلپایگانی مسئول کنترل رفیق دوست و حیدری شد. در امور زمین هم آقای لولاچیان مسئول اصلی شد و بعد با خامنه ای فامیل شد. از سال 76 به بچه هایش اجازه دخالت در بیزینس را داد. از سال 84 خودش بیزینس را کنار گذاشت و از دولت مستقیم پول گرفت، همان پول هایی که در بودجه کشور گم می شود. و کروبی از احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی می پرسید آن 1,000,000,000 دلار چه شد؟ کل ثروت خامنه ای و خانوادهش 36 میلیارد دلار برآورد شده است. ثروت شخص خامنه ای 30 میلیارد دلار و ثروت خانواده او 6 میلیارد دلار. پول نقد 22 میلیارد دلار از 36 میلیارد دلار به شکل پول نقد در ایران بود که در زمان انتخابات به دلیل شلوغی کشور تصمیم به ارسال بخش عمده ای از آن به سوریه از طریق ترکیه گرفته شد. این پول در مسیر ترکیه به سوریه لو رفت و در ترکیه توقیف شد.
نگرانی خامنه ای این